در ایران انتشار تصاویر دفنوازی گروهی دختران پسران در شهر سنندج در یک مراسم دولتی به مناسبت عید قربان و در قالب جشنواره‌ای با نام رحمت با واکنش‌های موافق و مخالف کاربران در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. همکارم شپول عباسی در گزارشی نگاهی دارد به جایگاه موسیقی و رقص در میان کردها که دعوت می‌کنم شما هم تماشا کنید. اینجا سنندج است، شهری که نزد مردمش از دیدگاه تاریخ سیاسی به شهر خونین و به لحاظ هنری به عنوان پایتخت دف جهان شناخته می شود. اینجا دختران و پسران گرد هم می آیند و مقام های خانقاهی و بزمی را با ضربات دست بر پوست و چوب دف می زنند تا صدایش در آسمان شهر بپیچد، کاری که شاید نماد جستجوی روزگاران وصل است. برخی می گویند حکومت حاکم دف نوازی و موسیقی رایج در کردستان را هدفدار به سمت آیینی و دولتی سوق داده است، اما آنها که ملودی ها و مقام های کهن و فولکلور کردی را می شناسند میگویند کردها از ماکو تا ایلام به این آسانی ها از بزم و رقص کهن با ملودی های بزمیش نمی گذرند، حتی اگر بهانه آیینی باشد. موسیقی، بزم و رزم و رقص از لایه‌های تنیده شده در زندگی کردهاست که پژواکش در میان کوهستان شاید بخشی از حس هویت آنهاست. موسیقی در تحولات اجتماعی، رخدادها، مراسم و لایه‌های مختلف زندگی کردها جاری است تا جایی که تجلی مقام‌های مختلف آن را در عبادت و نیایش و عزا تا بزم و رزم و میدان‌های نبرد می‌توان دید و شنید. در کردستان اگر موسیقی و رقص گرداگرد آتش نباشد شاید زندگی ناقص بماند، جایی که موسیقی و رقص تلاش و تکاپوی رهروان و سالکان طریقت است برای دیدار یار. ویژگی‌های فرهنگی و شاید حضور عملی زنان در کنار مردها که به گونه‌ای در رقص و موسیقی جلوه می‌کند، از بارزترین لایه‌های بصری است که موسیقی و بزم کردی را برجسته می‌کند. موسیقی و رقصی که ریشه در تاریخ دارد و آن را به شکل‌های دیگر از شمال تا جنوب و از غرب تا شرق ایران نیز می‌توانید. شپول عباسی، صدای آمریکا.